نامه پروفسور ریچارد رابرتس، برنده نوبل پزشکی 1993، رئیس لابراتوار تحقیقاتی نیو انگلند بیو لب در آمریکا. فراخوان به مداخله دبیر کل ملل متحد برای تضمین حقوق ساکنان اشرف و جلوگیری از زندانسازی در لیبرتی توسط دولت مالکی و کمیته سرکوب. آقای بانکیمون، دبیر کل محترم ملل متحد، گزارش آکیست که دولت عراق جابجایی ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی را که قرار بود در آنجا پروسه بازتایید پناهندگی آنان توسط کمیساریای عالی پناهندگان انجام شود، دارد به چیز دیگری تبدیل می کند. به نظر می رسد دولت عراق قصد دارد ساکنان را با مستقر کردن آنها در یک محدوده کوچک با دیوارهای بلند زندانی کند و نیروهای امنیتی عراقی، همانهایی که تا به حال دو بار به آنها حمله کرده اند، را در این محدوده مستقر سازد. امکانات و زیرساخت لازم برای استقرار این تعداد از افراد در آنجا وجود ندارد. دولت عراق به ساکنان اجازه بردن اموال شخصیشان از جمله خودروهایشان را نمی دهد و آنها از بازدید محل قبل از انتقال منع شدند. بدتر از همه این که کنترل کمپ در دست همان کمیته است که ساکنان اشرف را برای سالها مورد سرکوب و بدرفتاری قرار داده است. مقامات این کمیته از طرف دادگاه بین المللی اسپانیا به خاطر جنایت علیه بشریت تحت پیگرد هستند. این وضعیت مطلقاً غیر قابل قبول است. من به شدت به این ترتیبات اعتراض دارم و خواستار این هستم که یک گروه 5 الی 10 نفره از مهندسین اشرف قبل از انتقال اولین گروه ساکنان از محل جدید بازدید کنند و آن را تایید نمایند. من از تمامی طرف‌های درگیر، به خصوص سازمان ملل متحد و دولت آمریکا، می‌خواهم یک پروسه انسانی و صلح‌آمیز را در چند ماه آینده تضمین کنند. به دولت عراق که به نظر می‌رسد به دستور رژیم ایران عمل می‌کند، نباید اجازه داد ساکنان اشرف را که برای سالها رنج کشیدند سرکوب کند. شما و کمیساریای عالی پناهندگان باید اطمینان حاصل کنید که با ساکنان کمپ اشرف به صورت انسانی و شرافتمندانه رفتار شود، رفتاری که حق آنهاست و برای سالیان از آن محروم بودند. از شما به عنوان دبیر کل ملل متحد می خواهم که شخصا در این موارد مداخله و تلاش کنید. شایان ذکر است که پروفسور سر ریچارد جی رابرتس، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1993، با کشف خود در مورد پیوند ژن‌ها، راهگشای یک انقلاب در علم ژنتیک و شناخت بیماری‌های ناشی از نقض ژنتیکی شد. وی تحقیقات ژنتیکی خود را با همکارش جیمز واتسون به مدت 20 سال در آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربور در آمریکا ادامه داد و در حال حاضر رئیس لابراتوار تحقیقاتی نیو انگلند بیو لب در آمریکاست. در سال 2005 دانشکده شیمی دانشگاه شفیلد انگلستان که وی از آنجا فارغ التحصیل شده است، به نام دانشکده رابرتس نامگذاری شد.